Vay kadar ya. به هیچ نیفی تو این دنیا دل ببرن به هیچی خیلی سخته که؟ هجاب کردم آه یعنی هجاب کردی الان؟ آره آفرینی ایبر نه مدنی منواجی ها باید چهار سرم میتنم هم بمبر الان که نه بعد از عمل چادر میتنم حتما خودم وضعیت نکرده من کاری نداری با من دیگه جایی انتخاب کردم همه چیز رو پا گذاشتی دیگه به خاطر یه خواسته همه چیز رو پا گذاشتی میگه یه خواسته است آخرین هر چیز رو یه خواسته خواسته یکی رو داریم دیگه اینو تازه فکرشون عوض نمیشه فکر سنتی داره چون حتی وقتی من جواب جنیدی که من اومد دلخوره داشتم میدونم اومد ایکس فای کامل کنم بهتون نشون بدم مرد کامل یک درصد کروموزوم من جنیدی که من با هم فرق نمیگرم همین خانم گروش کپی گیره را به دوست آشناهای من داده زن به علی گفت انوش هیچ مشکل مردانه نداره مرد کامل باید صحبت کنه این کارش دست بکشه خب منو سوزوند خب آتیش سر ما به علی گفت علی سه روز رفتاش به من عوض شد جوابی که بهستی به من داد من رفتم به هم پیش هم کارشناسای بهزیستی مددکارا گفتم که آزمایشش اینجوری آزمایشش هم جواب آزمایشش هم برای دکتر بردم دکتر بهزیستی حتی خودشون تشریف نداشتن بعد با مددکارش صحبت کردم گفت اگه کامل مرد باشه اصلا هیچ جای ایران عملشون نمیکنن بعد من دکتر ژنتیکم نشون نداده بود گفت با دارو مشاوره حل میشه با چند جلسه مشاوره که مثلا بیان با دارو حل میشه که وقتی اومدم خونه بودم خودش اصلا موند سکوت کرد اصلا بعد یهو شب نصف شب اصلا میاد خیلی هیجان و مضطرب آرامش میکرد بعد با لباس زنانه میخواست بره بیرون یعنی با هم گلاویز میشدیم گفتم خود تو الان اصلا مجوز نداری تو من تو رو اینطور قبول میدم مثلا تو خونه تو خودت آرایش کن من تو خونه آزادی هر کارو بکنی ولی بیرون نه چون تو مجوز نداری اگه تو رو مثلا بیرون دو شخصیت بگیرن جامعه ما که نمیدونی چطوری هستش دیگه ولی من میخوام چی جوابی بدارم جوابی ندارم بدم اصلا تو رو بگیرم ببرم من هیچ جوابی ندارم بدم خواهم طبق آماری که الان طبق شما این تو خیابون نها کنین همه با همین میکاپ ساده با همین آرایش میان بیرون نه همه میگن که اندازه ظاهری به خود میرسیدی اندازه لباس به خود میرسیدی الان دیگه هیچ انرژی و هیچ چیز نداری همه دیدو وجود مرده من در چه حدی بودن اون چه مداد بود مداد ساده و یه برق لب یه روغن لب خواه شما اینو خواه شما اینجوری میپسندین من اینجوری میپسندم تو نمیتونی عوض کنی که میام تو باید در زیر نظر خانواده رو خود توی خانواده رو زندگی من 20 سالمه من میتونم با خانواده آدم حدی ظهور برای خواهم تصمیم بگیرم درست تو تصمیم بگیرم ولی باید در خانواده هم به یه حد نسی باید در نظر بگیرم آرایش من زننده نیست تو داری با خانواده داری زندگی میتونم تو فقط این چیزه پیش پای افتاده رو چیز داری این پیش پای افتاده همین الان فقط چون که توی اونجا با ما عربه روده گذاری برای من به شخص مهمه برای من مهمیست دیگران چی میگن اینو جواب بده چرا خود انگشت نما کنی من خودم اونجا اداره کار کنم آخه من نمیگم وقت نبیزه آرش خیلی مهم آرش نکن مجبور نیستی که ها؟ به خاطر ناراحتی ایشون من خیلی ناراحت بودم توی چند روز احساس میکردم دیگه عموشو کلا مقدس میدیم متوجه میشین چی میگم مثلا دیگه عموشی وجود نداره مثلا با هم صمیمی بودیم صحبت میکردیم رفت آمد میکردیم